شما به خاطر همه دستاوردها و قهرمانی های خودتون در یک سال گذشته و همچنین دستاوردها و قهرمانی های زنان و مردان به پاخواسته ایران که در 8 ماه گذشته کاخ ولایت فقیه رو به لرزه انداخته و دنیایی رو از خواب بیدار کردند و با درود به قیام کنندگان 22 بهمن 88 که نشان میدهند که مردم ایران مصممند تا دیکتاتوری ولایت فقیه را سرنگون کنند. بله، مردم ایران مصممند تا دیکتاتوری ولایت فقیه را سرنگون کنند. درود به شهیدان از بهمن 57 تا بهمن 88. در گرما گرم قیام های شعله‌ور که از مقابل زندان اوین در تهران تا شهر لار جاری و خروشان و جوشانه، سالگرد انقلاب ضد سلطنتی رو گرامی می‌داریم و با درود و احترام به راهگشایان و پیشوایان حقیقی و واقعی اون انقلاب بزرگ، یعنی حنیف نژاد، سعید محسن، بدیزادگان، جزنی، احمدزاده و پویان و زنان پیشتازی چون فاطمه امینی، مرضیه احمدی اسکویی و اعظم روحی آهنگران، این ستارگان تابناک انقلاب ایران، بله، با سلام و درود بر همه اونها و سلام بر عاشورای مجاهدین، مظرفشان قیام‌های جوشان و بیپایان، سلام بر مشعلداران مقاومت در تیره ترین شب جهل و ظلمت، خروشندگان قاطع ترین نه تاریخ ایران به سرنوشت قدار که صدای قیام‌های امروز است، و سلام بر اشرف و موسی و یارانشان که سنت فدا و قربانی برای نیل به آزادی، یعنی راه و رسم مجاهدین رو به اوج رسوندند. قهرمانانی که به رژیم آخوندی و انحصار طلبی و استبداد اون با فدای مطلق و دست شستن از همه تعلقات خود پاسخ دادند و در این مسیر ارزش‌های انسانی تازه‌ای خلق کردند. سهرآورانی که در لحظه جاودانگی سنگ بنای انقراض رژیم ولایت رو استوار کردند. انقلابی که در 31 سال پیش در 22 بهمن به پیروزی رسید، برای آزادی و حاکمیت مردم بود. از پیشتازان مجاهد و فدایی که اندیشه انقلاب و برهم زدن جزیره ثبات شاه رو در میان جوانان و دانشجویان اشاره دادند، تا توده های مردم که از خود گذشتگی ها کردند، هرگز خواستار حاکمیت انحصاری آخوندهای خوناشام نبودند. خمینی و همدستان اون که با خواستهای مردم ایران و سطح پیشرفته فرهنگی و سیاسی جامعه تناسبی نداشتند، در نتیجه برای حفظ خود در قدرت تمام کشور رو در نسل کشی و صدور تروریسم فرو بردند. به همین دلیل در این 31 سال جامعه ایران هیچ روزی آرام و در سکون رضایت نبود و هیچ وقت هم این رژیم رو نپذیرفته. قیام امروز مردم ایران فوران همین نارضایتی است.
امروز 8 ماه از شروع قیام برای آزادی میهن اسیر در سراسر ایران میگذره. 8 ماهی که در اون جامعه ایران سیمای حقیقی خود و اونچه رو که میتونه باشه نشون داد و ظرفیت شگرف خود برای دستیابی به آزادی و دموکراسی رو بارز کرد. در وقایع این 8 ماه چند حقیقت اساسی به روشنی می‌درخشد. اولین حقیقت اینه که با قیام‌های ایران نسلی از زنان و جوانان برای کسب آزادی و برابری به میدان اومدند که دیگر از پای نخواهند نشست و توقفی در کار اونها نخواهد بود. نسلی پیشرو و بی‌باک که از افسون ارعاب و دجالیت رژیم خودش رها کرده و با تحور و از خودگذشتگی در برابر قوای سرکوب نیسته و از زندان و شکنجه باکی نداره. باند خامنه ای از این نسل، یعنی نسل قیام، می اندازه می ترسه، به خصوص از جوانهایی که در قیام روز عاشورای امسال کنترل چند خیابون در پایتخت رو به دست گرفتند و کسانی که شعار مجاهدان اشرفی رو فریاد می کنند و راه و رسم اونها رو پیروی می کنند. بله، شعار شما اشرفی ها الان در سراسر ایران همه گیر شده و پا در آورده. درود بر همه شما. دیگر حضور چشمگیر زنان در قیام هاست. زنان و دختران جوانی که در خطیرترین لحظه های قیام گروه‌هایی از جوانان رو هدایت می کنند یا سایری رو به پیوستن به تظاهرات برمی انگیزند. زنانی که نیروی عمده اجتماعات شجاعانه در برابر زندان ادینند. زنانی که با برپای اجتماعات در شنبه های هر هفته در پارک لاله تهران یا سایر نقاط حیات و جوشش قیام ها رو حفظ می کنند و زنان دلیری که پایندگی این جنبش رو تضمین کرده و خواست های اون رو ارتقا بخشیدند. همینجا می خوام مجددن بر همه زنان قهرمان و شجاع ایران، از دختران دانشجو و دانش آموز تا زنان معلم استاد و کارگر و کارمند در سراسر ایران، بله به همه اونها درود بفرستم و همچنین به شما زنان اشرفی، هزار زن قهرمان که پیشتاز این زنان شجاع و آزاده در سراسر ایران هستید، درود بر همه شما. سومین حقیقت آشکار این قیام ها، سمت‌گیری و خواست قطعی جامعه ایران که ایران سرفرازه، به اشرفش مینازه و اشرف و هزاران هزار زن و مرد قهرمانش. سومین حقیقت آشکار این قیام ها، سمتگیری و خواست قطعی جامعه ایران برای به زیر کشیدن تمامیت رژیم ملت فقیه. بدون این خواست بنیادی
استمرار قیام ها از 8 ماه پیش تا امروز ممکن نبود و دیدید که اعدام بیرحمانه دو تن از دستگیر شدگان